25 رجب سال روز شهادت هفتمین پیشوای تشیع انقلابی، سمبل صبر و استقامت در برابر شکنجه و زندان، به زانو درآورنده جلادان و ستمگران دوران، امام موسی کاظم علیه السلام. امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام در اوج سلطه و خفقان خلفای عباسی به مدت 35 سال پرچم راهبری آرمان توحید و اسلام انقلابی را به دوش کشید. امام کاظم با 4 خلیفه عباسی هم عصر بود و سوی آنها پیوسته تحت نظر قرار داشت و در معرض فشار و شکنجه و زندان بود. اما در همان شرایط دشوار، جنبش و تشکیلات مخفی تشیع را در پهنه بسیار وسیع از قلمرو اسلامی آن روزگار هدایت نمود و نسلی از مردان و زنان برجسته و پیشتاز را تربیت کرد. دوران رهبری امام هفتم به ویژه با تربیت نسلی از زنان والای مجاهد ممتاز می شود که همچون دخترش حضرت معصومه علیها السلام با ترک خانواده و زندگی معمول تمام زندگی خود را وقف مجاهدت رهایی بخش کردند. خدایا بر خورشید فروزان آسمان هدایت، بر موسی بن جعفر درود بفرست، بر وصی نیکی و پیشوای خوبان و خوبی. خدایا بر این گنجینه روشنایی ها و صاحب سکینه و وقار در اعماق سیاه چال ها درود بفرست. راستی که این راهبر، راهنما، راهگشا و پیشوای بزرگ ما در 35 سال دوران امامتش چه ها که نکشید. اختناق و سرکوب از جانب خمینیان دوران به قدری بود که حتی معرفی تو هم توسط پدرت در خفا و استتار و با مراعات کامل صورت گرفت. یا موسی بن جعفر، نزد خدای خودت برای ما و خلق مظلوم ما شفاعت کن. بیا ببین که خمینی و ابن ملجم ها و شمر و هرمله های دوران و ابن شاهک های امروزی که اون روز دشخیم تو بودند، با نواده های عقیدتی و سیاسی تو، با دختران و پسرانت و با مجاهدین رکابت در شکنجگاه هاشون چه کردند. راستی که مرتجعین در سراسر تاریخ از مثل و شکنجه جدایی ناپذیرند. متقابلا مجاهدین هم از تو آموختند، از نیای عقیدتیشون آموختند درس صبر و پایداری و مقاومت و رضا و خوشنودی رو. به که چه مقاومت سرفام و جانانی و خوشا ستاره ها و قهرمانانی که در شکنجگاه ها یا در برابر جوخه های اعدام سر به دامان تو و جدت حسین ساییدند. بار خدایا بر ما و بر برادران و خواهران مجاهدمون در مشرقها و مغربهای زمین، در هر کجا که هستند، در هر شهر و دیار و قرارگاه و پایگاهی که هستند، ببخش و بیامرز و به حق موسی بن جعفر
ریشه خمینیان رو به دست ارتش آزادی بسوزون و بخشکن.